به نام خداوند بخشنده و مهربان، با عرض سلام و درود خدمت همه شما بیننده‌های عزیز و ارجمند. امیدوارم که حال شما خوب باشه در هر کجای این کره خاکی که زندگی میکنیم و به سر میبریم. خوش آمدیم به برنامه به وقت قضا. در این برنامه آمدیم به رستوران و دیزیسرای مولانا در شهر هرات. یک عزیزی آمدن، یک خلاقیتی به خرج دادن و یک رستوران سنتی ساختن که به شکل کلاسیک هست و در عین حال یک بخش از این رستوران کتابخانه ای که کتابهای مولانا در واقع در اینجا گذاشته و با یک دکوراسیون کاملا کلاسیک و خیلی خیلی جذاب، یک محیط بسیار دلنشین و محیطی که از لحظه که ما وارد شدم واقعا نگست خیلی خوبی دارم و واقعا کیف میکنم در چنین محیطی که حالا هوای تصوف داره، حالا هوای شعر داره، حالا هوای ادبیات داره، در واقع در چنین جایی میباشین که قصه‌های خیلی خوبی داریم و اینجا دیزی هم انشاءالله نشجام میکنه. در مورد مولانا باید بگم، مولانا جلال الدین محمد بلخی از شعرای برجسته افغانستان هست که شهرت جهانی داره مولانا و اخیراً تا شهرت مولانا در حدی بالا هست که سینمای هالیوود در واقع تلاش داره که فیلم میره بسازه تحت نام مولانا که نقش اول او فیلم را معین بدن به لئوناردو دیکاپریو، برنده جایزه اسکار و از مشهورترین هنرمندان سینما، که ای یک افتخار بزرگه برای ملت افغانستان و فارسی زبانان جهان. با ما همراه بشین، صحبت میکنیم با مؤسس رستوران و در ادامه تلاش میکنیم که دیزی هم نوش جان کنیم و این کلا هم کلای مولانای میگم، معمولا اونا استفاده میکنن، ما هم جسارت به خرج دادیم و صرف گرفتیم. البته ما خب هیچ گاهی به مولانا نمیرسیم، ولی خوشبختیم که هموطن مولانای بزرگ خداوندگار بلخی. دوستای عزیز، در کنار مؤسس رستوران مولانا هستیم که ابتدا سلام عرض میکنم به شما، معرفی داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. نصر احمد سرفری هستم، یکی از ورزشکارا و یکی از رستورانداران شهر هرات. بسیار خوب نصر احمد جان، ابتدا از این که چی شد که ایده ساخت چنین رستوران سنتی به ذهن شما رسید و ای که وقتی به دکوراسیون این رستوران آدم نگاه میکنه واقعا حیرت زده میشه که چقدر زحمت کشیده شده روی از اکثر تختا و دیگه وسایل دکوری که هست، حتی چراغا چوبی معلوم میشه. ایده از این از کجا به ذهن شما آمد و چرا خواستیم یک رستوران و دیزیسرای سنتی و ایت شیک و مدرن بسازیم؟ به خودم چند وقت همیت علاقه خاصی هستم، خودم با آشپزی یک علاقه خاصی دارم دیگه. روی از ایده هم خیلی وقتا به ذهن بود دیگه، باز یک وقت شد گفتم باشه که آیسته آیسته تا همین کار از زیر برا کنم دیگه. تو همین شد هر موقعی میشیشتم رو از این فکر میکردم به هر گوشی از این همه کار از این کلن خود من انجام دادم، یعنی از شیط و گروپ و همکانات داخلی از این گلیمو از این کلن همه چیز از این هر کدوم از این یک جا آماده کردم دیگه. همین علاقه خاصی که بود خودی به می رجوع کردم. بسیار خوب، در مورد چوکی ها بگیم، اینا چقدر زمان برد که اینا رو بسازیم؟ این تختا و این چراغای دیکوری واقعا کار دست خود شما نه؟ به خود شبا می آمدیم، اگه دوستی داشتم نجار بود دیگه، کارمون کلن بیشتر رو انجام داد. واقعا تشکری میکنم از خیلی خودم هم کری کرد، یعنی شبا که می شد یک کس هم ما طول کشید که ما همیشه تا فقط اینا رو به همدیگر می چسبوندیم، روز و شب کار میکردم و فش نفر بچه بودم کار میکردم، تختان به می شکل دیگه، همه چیز از یک و نیم سال طول کشید که تا ما
همین تا آیست آیستی را آماده کردیم. دیگه به یک امیدی، به یک علاقه خاصی که داشتیم خود ای را آماده کردیم. دیگه حالا کم فعلا فعال شده. فعال شده و کار میکنیم. چند ماه میشه تأسیس شده؟ 5 ماه میشه تأسیس شده. 5 ماه میشه. خیلی خوب. از منوی غذا بگیم، غذا چی داریم؟ غذا شما هم سنتی مثل حالا هوای رستوران یا غذا شما مدرن مثل پیتزا و فست فود؟ با خدا فعلا که علاقه خاص ما کلا رو دیزی بود، برنامه ما کلا رو دیزی بود، به خاطر که دیزی از غذای سنتی محلی خود ما و شما نه دیگه نداشتیم، به ایراد همچین جایی نداشتیم که مثلا کسی بیا یک ساعت بشینه واقعا آرامش داشته باشه، همون غذا به دل بشینه صحیح باشه. دیگه رو همین حساب ما گفتیم باشه یک کاری بکنیم که متفاوت باشه. دیگه همین کار دیزی که ما اینجا انجام دادیم دیگه آیست آیسته باز علاقه منده و دوستام میگفتم با بغل از این بعض غذاها دیگه هم برای ما اضافه کنیم، تا همین شد که بالاخره همه چیز همین جا آماده میکنه. همه چیز زیر عکس هم قرآن جا. خیلی خوبه. و ای که در مورد از این بگیم که چرا مولانا، چرا نام مولانای بزرگ انتخاب کردیم و ای که برای من خیلی جذاب بود و خیلی هم خوشایند، چون مولانا شاعر افغانستانه، قطعا شاعر افغانستانه، از بلخ افغانستانه، از مزار شریف. و هدف چی بود که اسم مولانا رو انتخاب کرد؟ با خدا ما کرور از یه اسم از خیلی فکر کردم، یعنی دوستای داشتم، خودم همکاری خیلی کردم. دیگه هر اسمی که روی انتخاب میکردم میرفتم شو واقعیت میدیدم به دل ما نمیشینه، یعنی ما حس سر نبود برمه، تا همیتو شد که یک دوست خیلی خوبی دارم گفته که بیا که همین اسم بگذاریم، نظر تو چیه؟ گفتم به خدا باشه فکر کنیم خدا. روی همیت شد که بالاخره روی همین اسم به مولانا به حساب قبول کردیم. و بله ها بالاخره من خود شما علاقه بود. بله ها، یعنی میگفتیم واقعیت اسم مولانا عظیم بزرگ خوده خود همه چیزی، اما ما به رستوران میگفتیم شکلی باید باشه که کسی که میایه همه صحیح باشه، همه چیز منظم باشه. نگه رو همین باز همین شد که بالاخره ما انتخاب کردیم و اسم بسیار بزرگ و با مسمایه که از مولانا هرچی بگیم کمه، از مثنوی معنوی مولانا بگیم، از اشعار مولانا که سالها زمان میبره که شما کتابای مولانا رو بخونیم مطالعه کنیم و ای که به مفهوم بزرگ مولانا در واقع پی ببریم و از شاعرهای خیلی بزرگ افغانستانه. استقبال چگونه بود وقتی که شما این کار رو شروع کردیم و باز در زمان کار شما دقیقا شروع شد که افغانستان روزهای تاریخی خود سپری میکرد و بعد از 20 سال شاهد تغییر نظام بود؟ و خدا قبلا که خیلی خوب بود، یعنی یک ماه یک و نیم ماه به تحولات مانده بود که ما افتتاح کردیم، یک استقبال خاصی بود، یعنی همه مردم، یعنی اگه شما این تایم میامدیم مثلا جا نبود، ما به فکر از این بودیم که فضا از این کلانتر کنیم، همه چیز از این جا بازتر شه. دیگه باز این تحولات که شد خوده یک خیلی تاثیرات آمد به همه کار، اما بازم استقبال دوستا بالاخره دوست رفیقا یا مردم شهر، یعنی اسم از این اصلا اسم از این کسی که میشنوه من علاقمند اسم از اینه، واقعا میایم وقتی اینجی میایم علاقمند اینجی میشم، نمک گیر میشم خودم. دقیقا. و خود انتخاب اسم به یک کار، به یک تجارت، به یک بزنس، به هر چیزی، شما مکتب تاسیس کنیم، دانشگاه تاسیس کنیم، رستوران تاسیس کنیم، شفاخانه تاسیس کنیم، نام که قوی بود، جذاب بود، کشش رو بیشتر دیگه. باز مولانا رو خب وقت اسم مولانا میایه دیگه آدم سکوت میکنه از بس که جایگاه شاعر افغانستان بزرگه در واقع. خب از این اختلاطا که بگذاریم، گفتیم که ولی کمتر شده مشتری؟ بله، از روزی که تعاملات شده کمتر شده، بازم رو هم رفته نسبت به دیگر رستوران تا که ما میبینیم، بازم شکر خدا داریم همون مشتری خود. آه مشتری خود اندازه داریم دیگه، بعد تحمل کنیم آیست آیسته میشه دیگه. اوزا و امیدواری ها چگونه میبینیم در بین مشتری ها خود نسبت به سه ماه گذشته؟ تقریبا سه ماه از حکومت جدید میگذره، حال چی رقم مردم؟ آیا تعامل کردم با شرایطی که فعلا ما دست پنجه نرم میکنیم؟ و از دید شما مهمترین مشکل امروز ما چیه در هرات؟ به خدا فعلا که یک شرایط شده که هیچی پیشبینی نمیشه، برای ما خودی، برای ما مشکله دیگه. ما امیدوار، یعنی از اون دوره، یعنی باور کنه میتنیه که باشه دیگه، مشکل اینجا ما نداریم فعلا، امنیت ما شکر خدا کمی بیترتر شده،
دیگه فقط مشکل اقتصادی مونه، که اگر این مشکل اقتصادی ما حل شه همه چیز جور میشه. دیگه باید عادت کنین، باید عادت کنین. و خبر خوشه که امی هفته به گوش ما رسید و همه مردم ایران را خوشحال ساخت، همه مردم افغانستان را خوشحال ساخت. باز شدن درب مکاتب برای دختران صنف 7 و 12 بود که حالا کلا همگی میرن به مکتب و این خیلی خبر خوشاینده و ای که انشالله همه چیز پس برگرده به حالت قبلی خود و روز به روز رفته رفته شرایط بیتر بشه. خب فکر کنم اختلاط خاص دیگه باقی نمونده باشه و در مورد کتابخونه هم میپرسم یک معلومات بدیم، یک تصویری هم میشه که از کتابخونه دوستان ببینن چی کتابایی داریم به اونجی و آیا دوستان علاقه هم دارن بیایم اونجی مطالعه هم میکنم یا نه. من خدا واقعیت دو کتابخونه صرف به خاطر از درست کردم دوستایی که میایم میشینم همو آرامش شده شو باشم، یک ساعت حداقل هم دو فت یا یک خط شعر که بخونم یا یک چیزی مطالعه کنم، ذهن و فکر نو آروم شه. فقط این برای مشتری ها خود درست کردم، یک هزینه خیلی سنگینی هم رو ازو کردم واقعا. و خیلی هم مقبوله، دکوریشن خیلی خوبه و از دکوریشن کده مهمتر کتابای بسیار با محتوا و ارزشمنده که گمان میکنم باید اینا رو هم حتما مطالعه کنه. خب از این بحثا که بگذاریم دیگه، خب سرچاش تماسته خواهد شما یک دیزی هم نوش جان بکنیم ببینیم که از رستوران مولانا اوزا تعریف کردیم، آیا دیزی نام واقعا تعریفیه یا نه؟ خان شما خدمت خدا کنه شما خوش کنه. بسیار خوب، میریم میبینیم که چی رقم دیزی آماده میشه، برای ما دیزی تیار میکنم، بعد دیزی نوش جان میکنیم و با شما شریک میسازیم و میبینیم که کیفیتی و چی رقم، هرچند هوا خنک شده، فصل پاییزه و فوق العاده مزه دار. خب دوستای عزیز، مهمانان ویژه هم به صورت اتفاقی به رستوران مولانا آمدن، از وطندارهای ما که فکر کنم از یک ولایت دیگه آمدن که با اینا معرفی میشیم. سلام، وقت شما بخیر. ابتدا به ایراد خیلی خوش آمدین و خوش آمدین به این رستوران. نیر مننه، تشکر، خیر اوسی، خوشحال ممندیم او دلته یو کاری سفر پلټ کی چون راغلی ویلات دا موږ د هرات د بازی کوم کارونه چودم قتل په دې لړکی د همکارانو او د ملګرو یو دغه دا وجه تاسو لاړ شئ. د اوري خرستان د مولانا جلال الدین باخي په نام جوړ شوی دی چې واقعا د سی او ډیر ښکلې ځای د سی او یعنی هغه د افغاني د کلتور او ناتو په دغه باندې دلته موږ تاسو کولی شئ چې وګورو د قالینې وګورو دا دیوالونه کې چې کوم دغه دي او انتیک آثار دي او ټول نه مهمه موږ ته چې ډېره جالبه وه همکارانو ته هم جالبه وه. دلته یو کتابخانه د دې په دغه باندې جوړه شوې ده، همدې رستوران کې چې خلک راځي او د کتاب مطالعه کوي، دینا باز ډېر زیات اشعار هم دي او ډېر ښه ښه یعنې ادبي دغه هم لري که نه، ډېر ښه دغه پشته دی. بله، یو بسیار خوشگذشت. بسیار عالی، بسیار بسیار خوش آمدین. البته ما بیننده هایی دارین که پشتو نمیفهمه بخش از صحبت ها شما رو ترجمه میکنم. گفتم که از کدوم ولایت؟ ولایت از کابل آمدین دیگه؟ از کنر، از کنر زیباین، از کابل به یک سفر کاری آمدن و گفتن که یک محیط خیلی خوبه که مطابق به فرهنگ افغانستانه و گفتن نام مولانا جلال الدین محمد بلخی گفتن که شعرای افغانستان و گفتن داشتن چنین جایی برای ما افتخاره. بسیار خوب، در این سفر ایرات رو چگونه دیدین و در کل هر وقت به ایرات میاییم چی حسی داریم؟ ایرات رو چقدر دوست داریم؟ چون بیشتر قبل یادآور شدیم ما خود تقریبا در کاری سفرای کاری ما برای اولایت متعدد میباشتیم، با یکان وقت میریم، در سه ما دو ما میریم. فعلاً بخاطر اینکه اینجا کاری ما یکمی اولید داشت و با خودم به هرات یکمی اولید داریم، چون فرهنگ و جامعش بسیار بسیار چیز هستن و بسیار خوب است، بسیار خوب است هرات. از دیگه جایی که کلتور و آنالش میبینین، خوشون شهرش میبینین، مردم شهر نشینیشن، مردم چیزه کلتوری و زمین کلتوری و نظافت بسیار خوب مراحت میکنن. از ما خاطر اینجا ما اولید دادیم که آمدیم. خیلی خوب، از غذا هرات کدام غذا رو بیشتر دوست دارین؟ ولا در غذا کدام خاص انتخاب مشخص نیست، ولی معمولا او غذای وطنی چون در هرات بسیار مروج هستند. اینجا با حساب کباب بسیار زیاد مشهور هستند، اینجا کباب بشن بسیار مشهور هست. بله، بسیار عالی، خیلی خوب، تشکر، خیلی خوش آمدیم به ایرات. انشالله که روزهایی که به ایراتیم لذت ببریم،
باز به این بارش و یوای سرد خو مزم میده رستوران رفتن و غذا خوردن. بسیار خوب، چون این جای ما یکی از دوستای ما که در کابل هستن، اونا خبر داشتن که ما یک سفر داریم در اونجا. اونا برای ما دیروز در تلفن گفته بودین که این جای را بر پیدا کنین. باز یک از همکارای ما، همکار عزیز ما گفت که باش، ما یک وقتی از فیسبوک البته دیده بودن و اونمو چیزی ثبت کرده بودن و پیشتر یک ولسوالی رفته بودیم. از اونجا ما گفتیم که خب چی پلان داریم، تا اونجا چی وقت میرسیم؟ باز گفتن خوب است یک دفعه تماس بگیرین، ادرسشان در کجا هست. باز مو خاطر ادرس گرفتیم، باز دریورم خوب بود، بلد بود، باز اینجا آمدیم. بسیار خوش آمدین، لذت بردیم، ببریم از غذای کاله برای شما میارن، لحظات خوشی داشته باشیم. خیلی خوشحال شدیم با شما هم صحبت شدیم. موفق و پیروز باشیم. اگر پیامی داشته باشیم برای مردم افغانستان و در این شرایط، شما که با نان یک جوان به کشور ماندیم و کار میکنیم، پیام شما برای سایر جوانان چیه؟ گمان میکنیم باید بریم یا بمانیم و به زندگی ادامه بدیم و فکر میکنیم چقدر زندگی ای برمیگرده به حالت عادی خود این روزا؟ تشکر، بخیر باشین، همکاری عزیزی ما هستن. میشه که باز میشه که نام پسند که پسند تنیم پسند کنیم. خوب است دنیمی حالت وضعیت که ما قبل آمده بودیم، قبل دو سه دفعه ما هرات آمده بودیم، الان که میبینیم یک کم تفاوت کردم، جمع جوش که مثل قبل بود الان هستن، ولی بانمو چی نیست، بانمو مقدار نیست. و وطن ماست، این اینجا پیدا شدیم، این اینجا هر چی که تحصیل که میکنیم، کدام این درجه که داریم، اولیت ما به نیمی وطن خودیم هست. صحیح است، فرمسال ما همکار دیگه ما دیگه جوان هم سینفه ما بود، چقدر زحمت و تحصیل و مکتب 12 سال مکتب خواندن، بعضو پانتون 4 سال خواندن، بعضو مستری کردن و تجربه کاریشن و خود اینمی روحیشن یک اسیت و چیزی افغانستان است. اینجا باید مصرف کنیم تا حدی که امکان داشته باشن. وطن عزیز ما هستن، میشه که در اینجا باشن، انرژی خودشان در کارهای مثبتشان که امکان دارن سر زو مصرف کنن، ولی شرایط از نگذیر هستیم، هر قسم حالات میاد وطن، گه یک قسم گه دیگه قسم، ولی خوشبینی داریم، جوان هستیم و میتونیم که پیش بریم انشالله که اوضاع کشور ما شما بهتر از این هم بشه که همه ما به راحتی بتونیم زندگی خود پیش ببریم. شما هم سلام عرض میکنم به شما، معرفی بکنیم و یک پیام میخوایم از شما بشنویم و پیام شما چیه برای جوانان، برای مردم افغانستان، تا ای که از این ناامیدی هم بیروشن و بیشتر تلاش کنن برای ساختن کشور. بله، تشکر میکنم. ما دکتر حضرت امین هستیم. یقینا وطن ماست با ما شما ضرورت داره. هر چقدر که ما شما تحصیل بکنیم، تعلیم بکنیم، بهتر است برای انکشاف، برای بهبود، برای انکشاف وطن ما شما تعلیم ضرور است. ما پیشنهاد ما به جوانان این است که تعلیم و تحصیل خود بکنه، بخاطری که این وطن ضرورت است به جوانان. جوانان باید تحصیل بکنه، تحصیل کرده باشه و این وطن هر قسم که میشه باید ما شما به این وطن کار بکنیم، زحمت بکشیم. هر رقم شرایط میه، ما شما در این 40 سال جنگ ها را دیدیم، همین وطن ما ویران شده، خراب شده. خواهنده باید ما شما زیاد فوکس ما سر تعلیم باشه، حتی در اطفال خود به مکتب روان کنیم و تحصیلات عالی بکنه و سیستم خود جور کنیم در وطن. این وطن آینده داره، همسایه های ما رو ببینی، دیگه وطن ها رو ببینی به کدام حالات هسته، او کوشش میکنه شب و روز. ما شما از وقت کم نیستیم، لیاقت داریم، استعداد داریم، ما شما باید کوشش بکنیم که این وطن ما جور شود، آوی جنگ و بدبختی از وطن ما دور شود و یک صلح و آرامی آینده داشته باشیم. تشکر. و پیام بسیار خوبی داشتن که در مورد تحصیلات گفتن، خیلی خیلی مهمه که بچه درس بخونن. ضربه کلونی که ما در طول تاریخ در افغانستان خوندیم از بی سوادی بوده و دانش ما کم بوده، کنوز هم دانش ما کمه. خیلی نیاز داریم بخونیم، مطالعه کنیم، شاید 200 سال دیگه لازم داشته باشیم، 100 ساله که فوق العاده زحمت بکشیم، علم اندوزی کنیم تا کشور خود بسازیم. سلام به شما، شما معرفی داشته باشیم و اگر پیامی داشته باشیم بری بیننده ما. زه حلیم جان خوستای دلتا پیو سفر باندې راغلی
نو دلته راغلو موږ ټول ځوانانو ته خصوصا د افغان ځوانانو ته زموږ دا توصیه ده چې خپل وطن د نه پرېږدي. همدلته وطن دا وطن به موږ تاسو جوړو. او ډاکټر صاحب مخکې هم ذکر وکړو تعلیم ته باید ډېره توجه وکړو، خصوصا نوی نسل باید تعلیم ته ډېره توجه وکړي او دا وطن به موږ تاسو جوړو. او دا وطن د دې نه څه نه جوړیږي چې موږ د وطن پرېږدو بیرون لاړ شو. هلته د افغانانو دپاره داسې یو څه نشته لکه دلته چې موږ تاسو دا وطن جوړ کړو. دا وطن کې زموږ تاسو عزت ابرو دلته په ځای کېږي. نو زموږ نوی نسل ته، نوي ځوانانو ته د علم د زده کړې په برخه کې ډېره توجه ده چې خپله پلاران خپل اولادو باندې ډېر زحمت وباسي، توجه ورکړي او دا وطن به دا راتلونکی نسل جوړوي. او خدای دا زموږ په وطن کې صلح راولي چې ټول د ورونو په شکل ټول قومونه یو په بل متحد شو، تبعیض ورک شي او تبعیض د لمنځه ورک کړو. او ټول اقوام ته دا ټول خصوصا د قومونو مشرانو ته دا ضرور دي او چې دوی د خپل وطن په داسې رقم دوی د بدون د جنگ نه دوی داسې یو هنر وکړي چې دا زموږ وطن بالکل داسې یو صلح پکې راشي، ابدي صلح پکې راشي او جنگ پکې ورک شي او اتفاق راشي او تعلیم ته زیاته توجه وشي. نو بس زموږ د پیغام ده نوینس. خیلی ممنون، تشکر از پیام شما که مملو بود از وحدت و همدلی و اتفاق و آینده خوب و آرزوهای خوب برای افغانستان. تشکر از شما، خوش آمدیم به ایرات. انشالله که لحظات خوبی داشته باشین و لذت ببریم از سفر و مأموریت خورم خیر انجام بده. چون که سفر کریم هم گاهی وقتا میریم به خارج یا به کابل میریم ولایات، آدم به سفر که می باشه بیشتر فکر به طرف از اینه که همون مأموریتی که دارم باید درست انجام بدم، چون همون تعهدی که دارم نسبت به مفر. به هر صورت موفق باشم، از غذا لذت ببریم. اونجا سفره چینده شده، آماده شده، میریم ببینیم که دیزی رستوران مولانا وضعیت از چی قراره، که آیا مزه میده یا نمیده. پنج ساله عمره ازیدن. خب؟ میشه شما کنیم ازید؟ خب؟ بله یا بلند میل کنیم این همه چیزی که شما جو میبینیم همه دستاز خود نمیشتن. بحبا تلیفون کار میکنم؟ افغانیسی مه؟ روشنه روشنه؟ کار میکنم؟ فوق العاده خوشمزه و درجه یک، واقعا کیف کردیم و بی نظیره. باشه شما نزدیکتر بیام که من یک توضیح بدم در مورد غذایی. خب خود نون خونه دیزی که از نون خونه جور میشه بی نظیره، فوق العاده خوشمزه و با روغنی که پخته میشه روغن دنبه. فکر کنم که باز بیشتر توضیحات میدم بریم. ما سلاته چگنی دیگه پیاز تروشی سیر پنج ساله یه که پنج سال میشه کاشته شده که حالا چی مزه بده. چکه یا شیراز، شیراز یا چکه، زیتون، خیارشوره که میگم خود ما جور میکنیم، ماسته دیگه، پیازچه، مولی، بلفل، نارنج، نعنا و این هم دوغ بسیار بسیار خوشمزه ای که ایرت انگیز برای شما. میتونم به جرأت میتونم بگم بی نظیره، فوق العاده و تمیز، خوشمزه و کیفناک. جای شما بسیار 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 خالی. شما ای که فرسنگ ها از این شهر زیبا دوریم و امیدوارم که بخیر بیاین دیگه چکر زده ایرات بیاییم، باز حتما بیاییم به رستوران مولانا و از این دیزی خوشمزه و از این فضای
شاعرانه لذت ببریم. یک توضیح هم شما بدین در مورد دیزی و موتویات. ما خواهی یک توضیح دادم. شما کلا هم چیزی گفتیم دیزی نمون. شما دستور پخت شما چی رقمه برای از این دیزی و در مورد این موتویات بگیم که اینا چقدر مزه‌دار بودن. دیگه واقعیت دیزی که ما درست میکنیم 5 صبح ماهی آماده میکنیم، اینا تکی تکی آماده میشه. دیگه تا چاش اینا ساعت 12 آماده میشه، دیزی ما آماده دیگه برای میده آماده میشه. دیگه این موتویات هم کلن همیته علاقه خاصی که داشتم و چیزی که میفهمیدم که برای مشتری خوشایند باشه اینم آماده کردیم. بله دیگه میگه یک چیز متفاوتی گفتیم باشه، یک چیزی باشه که خوشایند باشه. به خدا واقعا هم خوشایند، واقعا لذت بخش بود، خدایی لذت بخش بود و مزه‌دار بود و بی‌نظیر. و این ظروف چقدر مقبوله؟ من واقعا چنین ظرفای ندیدم طالب ایراد. شما بدیدیم در مورد از اینا بگین. این ظروف هم اینا هم کار دسته، کلن کار دسته. اینا هم بیترین ظروف های گران قیمت، اینا هم کلن نگه یعنی ارزش از اینا خیلی بالایه. همی ظروف هم که به می شکل سنتی غذام سنتی و مزدار دیگه هم میگی دست به دست هم میده که اگه حس خیلی خوب برای هم القا بکنه. از اون ترکیب ظروف دکوراسیونی که در اینجا به کار رفته، دیگه انواع و اقسام خوراکی که اینجا آماده کردن، همه چیز بی نظیر و تکمیله. دیگه از این بیتر من فکر میکنم که به قلب لندن و پاریس هم نشه مهیا برای آدم. باز این یک خوبی که داره، هم وطنیه دیگه. این محصولات که شما میبینیم از این گوشت بره گرفته که به یه به کار میره، نون خونه، گردن، گوشت گردن میگم استفاده میشه دیگه. این ترکری ایران به به دیگه چی عرض کنم خدمت شما. از لبنیات که بگیم دیگه من چی تعریف کنم، واقعا کم گفتم. بسیار سپاس که پذیرفتیم ما رو و میزبانی کردیم. حرف حدیثی در پایان داشته باشیم، پیامی برای دوستایی که به خارجن. قربان شما، دیگه گفتنی دیگه ندارم. دیگه هر دوستی، هر برادری که یک وقت مسیری میخوره بیای از اینجا دیدن کنه، برای یک گلاس چای هم گشوده بیای. یه جگه حتما حتی چای بخوره. ما اینجا بیترین چای داریم. بیترین چای هم. تشکر. قربان شما. موفق باشیم. تشکر از همه عزیزان که ما را همراهی کردن، با ما همراه بودن و گزارش ما را از رستوران مولانا دیدن. البته آدرس را هم بگیم که همیشه میگم آدرس ها رو چرا نمیگی؟ آدرس ازی که هست به هرات که هست جاده مخابراته، بین فردوسی 11 و 13 میشه. لوکیشن هم داره کلن، لوکیشن از سال دوستای برای ما آمدن کلن، اینا از کابل بودم آمدن اینا توسط هم لوکیشن یا همون چیز پیدا کردم. فضا مجازی هست، فضا مجازی هست. خیلی جاده مخابرات دیگه خیلی سر راسته، بیاییم اینجا پیدا میکنیم و از این لحظات میتونیم که لذت ببریم. تشکر که ما رو همراهی کردین، خدا کنه که لذت برده باشیم. بازم میگم جای شما خالی، کاش در کنار من به شما میبودیم. همین بینندهایی که گزارش دیدن خودی هم نشی جان میکردیم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.